تشکر محترم دکتر صاحب بشر دوست. به نام حق و به یاد شهدا، من یک مقدمه دارم و مقدمه من امروز این است که با شنیدن حرف های شما و نوشته های شما که در واتساپ میبینم، من بسیار خوشحال میشوم. معمولا از درد و غم افراد و مردم من بسیار غمگین میشوم، بسیار متاثر میشوم، اما ناله و درد شما را که میشنوم بسیار خوشحال میشوم. صد بار خوش باشم، به خاطر کی میگه خود کرده را نه درد است نه دوا. مگر شما به می افراد رای ندادین؟ چند ماه میشه؟ چند ماه میشه شما به افراد رای دادین که دروازهشان حتی بروی شما بسته است؟ ملت خوب بگذار، مامور خوب بگذار، اجیر خوب بگذار. مگر دمان وقت من صدا نکردم که شما قصاب به نجاری روان میکنین، نجار به قصابی؟ خدا شاهد است که هیچ کدامشان شرایط ماده 72-71 قانون اساسی را نداشت. شهرت نیک نداشتن، حتی شهرت بد داشتن. تحصیلات عالی تقلبی نداشتن و تقلبی آورده بودن. تابعیت داشتن، اما شما چپن میانداختید. ما در فیسبوک ها و در تلویزیون میبینیم چه پلاخوری جریان داشت. آلی اون مزه پلا از دانتان رفته فکر میکنم. بنابراین شما میگین پارلمان دنیا، در دنیای دیگر پارلمان است. یک وکیل بکشید در دفتر یک وزیر نمیره، او وزیر تعیین میکنه که دروازش بروی اجیر هم باز باشه. بنابراین شما متاسفانه مقصر اصلی هستین. شما را قانون اساسی صلاحیت داده که رئیس جمهور را میتونین به محکمه بکشین، به شرطی که معامله نباشه، به شرطی که منافع شخصی مطرح نباشد. حتی من دیروز شنیدم که دی ملی گت ساتون که گروپ اعلان شد، نام رحمانی است و من شنیدم، نمیدونم راست است، من درست شنیدم یا غلط. رحمانی اصولی از زیر یک لیاف برآمد. چه کارهایی که جا نکردین؟ میزا شکسته شد، نفرها دوید، پارلمان افغانستان در دنیا بیاب شد، ویدوهایی در همه جای منتشر شد. پیشنهادی که من دارم اولین است که تا جایی که من خبر دارم کمیسیون بودجه و مالی با مسئولین وزارت مالیه جلسه دارن. امیدوار هستم که تنها امتیازات خود مطرح نکنن. امتیازات یعنی مامورین خود، اجیرای خود که اینا 6000 ماش دارد، 2000 امتیاز زیر قطع میکنی چه بخورم؟ از کل کارمندان را مطرح کنید. مسئله دومی که من مطرح میکنم، شما موتروان دارید، شما محافظ دارید، کل ما داریم، و اگر روزی گلوله فایر شود، اولین گلوله در جان موتروان میخورد و در جان محافظ میخورد. تشکر. یک دقیقه دیگه وقت بده بشر دوست. خود بانک امروز گپای خوب زد. هیچ وقت بشر دوست خلاف اصول کار نمیکنه، هیچ وقت. بشر دوست واقعا مطابق اصول پر. یک دقیقه دیگه وقت بده بشر. واقعا گپت خلاص بشر دوست. در زمین نمیگذاریم، قانونی کار میکنیم، از وقت اضافی تر میشه. فردا مثلا بشر دوست هر گروه پارلمانی میتون نام افتخاری نوشته بکنه. تشکر اکازوی صاحب. در وقتی که ما درباره بودجه بحث میکردیم، مردم عام افغانستان میگفت که خیرتان به ما نمیرسه، شرتان نرسد. من تعجب میکردم، اما دیدم که عملا شر ما رسید. از اجیر مامور عادی مددماشان قطع شده، 2000-3000 در وزارتخانه ها و حتی در وزارتخانه های امنیتی، و اضافه کاریشون در خود پارلمان داده نشده. حتما با شما میگوید که دادن. بعد اینجا در پارلمان شایع است که از این پول اضافه کاری شما در هتل های لوکس و رستوران های لوکس و لذیذ مصرف میکنید. گفتم شاید کار نکنه خو امپراتوری دلار است، اونا شاید قدر پایین نشود. امیدوار هستم در این رابطه توجه کنید. مسئله دیگر که من تحریم پیشنهاد میکنم، در دین و آیین ما میگوید یک انسان بیگناه را که بکشی مثل که تمام انسان ها را کشتی. یک احمد یا محمود یا زلمه یا ناصر که اینجا کسی بکشد مثل که 6 میلیارد کشته است. و قانون اساسی ما میگوید که حکومت تأمین امنیت مال و جان میکند، اما حکومت میکشد.
در سال 2020 طبق آمار سازمان ملل متحد ما در روز 8 کشته ملکی داریم، 8 نفر کشته ملکی داریم و 43% این کشته ها زن و کودک است. کی می کشد اینا را؟ آمار سازمان ملل، طالبان 43%، داعش 8%، حکومت 23%. 11% کشته هایی که حکومت میکند توسط حملات هوایی است. ما دیروز شاهد فاجعه در ولسوالی خوست، در ولایت خوست بودیم، ولسوالی صبری، 12 نفر کشته شدند. صبری در خاشرود 18 نفر از یک فامیل، در میدان وردک و 3 کودک در خاشرود. هم طالبا هم داعش هم حکومت اول منکر می شود، بعد وقتی اسناد و مدارک و ویدیوها منتشر می شود معذرت می خواهد، تسلیت می گوید. ما در چه کشوری زندگی می کنیم که حکومتش مردمش می کشد؟ حکومتش مردمش می کشد، نه تنها هزاره، در خوست هزاره وجود ندارد، در میدان وردک میکشد، خب میگوید هزاره است، اما در خوست که هزاره ای نیست، در خاشرود که هزاره ای نیست، در لوگر صدقی سرت یک دکه دکتر سر یک دکه. بنابراین حتی دولت احمد و محمود، علی و ناصر زن و کودک میکشد که من قماندان غیر قانونی فلان دستگیر میکنم در مزار، در بیسود، یا من دو طالب دستگیر میکنم یا دو داعش، میرا کیره میکشد؟ میرا او زن و کودک بیسود میکشد برای به اصطلاح دستگیری قماندانی که چند ماه پیش دست دارد بود، دست دارد بود، او را از زندان خودی غین و دانش کشید و مثل یک پاشا استقبال کردن. آلی او برادر، اگر احمد مسئول است، او کودک بیچاره چه گناه دارد؟ ادعا دارد که من طالب میکشم در خاشرود. خود دو تا طالب میخوای بکشی یا دستگیر کنی، چرا 18 فامیل میکشی؟ او فامیل چگونه میتواند که جلوی طالب بگیرد که در خانهش وارد نشود؟ مگر جهادی هایی که اینجا نشستند در خانه؟ شکر بس است دیگه، در قصد که سرات نمیشه دکتر صاحب. محترم پاتیم بشر دو صاحب میگه در صدارت، خو نام بگی پیش کی بود، چه میکرد در صدارت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. واضح نمیگی چرا دو دفعه بر تو وقت داده شد؟ باز آشه میری نه تو را که وقت دادم با دگست میری. مشکل دمیست که تو همی طرح تا نمیگویی کمی چه باید چه و فقط اساسی ماده 81 قانون اساسی اعضای شورای ملی مظهر اراده مردم است و مطابق منافع ملی صحبت میکند و تصمیم میگیرد. اعتراض من این است که اگر واقعا پاکستان با سلاح و تجهیز خود مردم افغانستان را میکشد توسط طالبان، اگر ایران با حمایت طالبان با سلاح خود مردم افغانستان را میکشد، روسیه و چین عین چیز، اگر آمریکا افراد غیر ملکی ما را بمباردمان میکند میکشد، پس ما چرا گروپ دوستی با این کشور در پارلمان ایجاد کنیم؟ آیا اینا دوست ما هست که ما گروپی دوستی ایجاد میکنیم؟ کسایی که دستشان در خون مردم مالود است، این را شب و روز میگوییم، در همینجا 100 بار گفته شده، فرانسه، آلمان، چین، روسیه، پاکستان، ایران، ما بر اساس کدام منطق گروپی دوستی پارلمانی با اینا ایجاد میکنیم؟ منطق از این چیست؟ آیا اینا دوست ماست یا دشمن ما؟ اگر معیار ما مردم است، اینا خود مردم را میکشد،
شب و روز ما میگوییم اگر معیار ما سفرهاست که در این کشور میریم امتیازات میگیریم در هتلهای لوکس جای بجای میکند بورسا میدهد و کلا این مسئله جداست. بخاطر این است که من امیدوار هستم که هیچ گروه پارلمانی با کسانی که مستقیم یا غیر مستقیم دستشان به خون مردم آلوده است، چی پاکستان چی ایران چی روسیه چی چین چی فرانسه و آلمان و اعضای ناتو، هیچ گونه گروه پارلمانی با اینا ما نداشته باشیم تا حداقل نشان بدهیم که ما منافع ملی را در نظر میگیریم، نه منافع شخصی بورس و سفر و نمیدونم تداوی و امثال اصول و رفتار شود. مشکلاتی که وجود دارد اگر ما بخواهیم و باید میتور کنیم بیان کنیم حداقل 3-4-5 ساعت به من وقت بدهید و این وظیفه ای ماست. بخاطر همین ما 45,000 افغانی در رخصتی به ما داده می شود. ای که ما بعضی ما 45,000 در رستوران های پاریس و تهران و اسلام آباد و کانادا و نمیدونم کشورهای دیگر قهوه می خوریم و دیگرهایش نامش نمیگیرم چون خودم هم نمیدانم، این حساب جداست. اجازه بدین با کسی که مشکلات سروبی را مطرح میکند باید مطرح کند، با وکیلی که مشکلات کمیسیون را مطرح میکند باید مطرح کند. من مشکلات مطرح میکنم که خودم از چشم خود دیدم یا با من مطرح کردم. بشار دوست شما گزارش میتین یا توهین میکنین؟ یک گزارش هست. گزارش ده بخوان قانون باید ببینن. بنابراین خواهر برادر ما بنابراین گزارش که من میدهم کتبی هم طبق عرف ما قرار بود یک مجله خاص گزارش های ولایتی منتشر شود و بعد این تعقیب شود و ادارات داده شود. قسمتی از گزارش من کتبی امروز میسپارم، بقیشان هم وقتی که به من اجازه دادین که مطرح کنم میسپارم. من تقسیم بندی میکنم گزارش مشکلات مردم را. یکی مشکلات عام است، یکی مشکلات خاص است در زمان، یعنی مشکلاتی است که چندین سال وجود دارد و مشکلاتی خاصی که امسال به خاطر کرونا به وجود آمد. من اول از این شروع میکنم. شما در جریان هستید که در مدت قرنطین یا در وقتی که کرونا ظاهر شد بسیاری مردم ما بیکار شدند، کار خود از دست دادند، ماینخانه ها بسته شد، دکانه ها بسته شد، سلمانه ها بسته شد، موترفروش ها بسته شد، کراچی، جوالی اینها درآمد نداشتند. اگر دکان باز بود سلمانی مراجعین نداشتند، مشتری نداشتند. بنابراین این افرادی که در کابل با ما در تماس هستند به نان خوردن درماندن، نان خوردن خود چون ماینخانش بسته بود، چون جوالی مشتری نداشت. بنابراین ما اگر نماینده مردم هستیم مثل که پارلمان های دیگر فوراً وارد اقدام شدن یا تکس ملغا کردن یا مالیات ملغا کردن یا بل برق ملغا کردن و یا یک کمک مالی تصویب کردن که ماهانه باید برای مردمی که با این مشکلات دچار شده داده شد. کسی که یک افغانی درآمد نداشت چگونه 10,000 افغانی کرای دکان بپردازد؟ او قرض کرده که اولادش از گرسنگی نمیرد و در عین زمان مامور وزارت مالیه هر روز پشت دروازه دکانش است و در عین زمان صاحب قرض هر روز پشت دروازه خانهش است و زن رو اولاد دشنام میده که قرض ما رو بپرداز. ما باید اقدام عملی انجام بدهیم. از شعار چیزی ساخته نمی شود. ما میتونیم که ما ارگان اصلی دولت هستیم، ما مغز دولت هستیم، حکومت قوه اجرایی است، یعنی ما سر هستیم و پای است، ما تصمیم میگیریم او اجرا میکنه. ما میتونیم عین و غین به محکمه بکشیم. ما قدرت داریم که باید عملی کنیم به شرط این که از زور خود بفهمیم و دهن ما پراب نباشد. اولین کاری که مردم میخواهد این است که بیل با پول برق حداقل کسانی که کمتر از 2,000 پول بیل برقشان می شود اینا معاف شوند. نه تنها در کابل، کلی ولایات یک تبعیض بین ولایت ها نباید وجود داشته باشد.
کسی که درآمد نداشته یک افغانی چگونه به پول بل برق بپردازد؟ با من میگین که حکومت از کجا کند؟ از کجا کند پول بل برق که احمد و محمود نپردازد؟ حکومت از کجا بپردازد؟ حکومت از کسانی بگیرد که 9 میلیارد افغانی از شرکت برشنا قرضدار هستند. در طول سالها مقامات دولتی از ریاست جمهوری از معاونینش گرفته تا معین و والی و نمیدونم وکیل و وزیر نپرداختن. 9 میلیارد افغانی میگم پول نیست، اینا پول باید از این پول برداخته شود. خواست دوم و مشکلات اساسی دوم کرایه دکان است، کرایه خانه است. ما میتونیم که این مشکل رفع کنیم با حذف لغو تکس مالیات محصول. از کجا جبران کنیم؟ 70,000 دکان در کابل از کلانا، از بزرگا 70,000 محصول و تکس نمیپردازن سال هاست. 70,000 دکان آمار رسمی شاروالی است. 20% تا 30% شرکت های بزرگ ما هیچ گونه مالیات نمیپردازن و نپرداختن، در مقامات بالا نشستن و در بین ما ممکنه بزرگ باشد. ما باید این پول را ازی گرفته شود به مردم واقعی افغانستان، به مستحقین واقعی افغانستان باید پرداخته شود. این مشکلات خاصی است که در زمان کرونا به وجود آمده و متاسفانه فعلا هم ادامه دارد، به خاطر که چرخ اقتصادی افغانستان هنوز به گردش نیامده و این اولین کار است که ما باید انجام بدهیم. اگر نماینده مردم هستیم، اگر مشکلات مردم برای ما مهم است، اگر ما در رخصتی در کابل بودیم یا در ولایت خود بودیم یا در ولسوالی خود بودیم که تعداد ما نیست، ما نباید از گفتن حق بترسیم. ما نباید از همکار خود که خلاف قانون عمل میکنه ما دفاع کنیم، وگرنه ما شریک جرمش میشویم. هیچ وکیل دشمن من نیست و هیچ وکیل با من بدرفتاری نکرده، اما پدریم که باشد من باید بگویم که این کار اشتباس. من خواهش من این است که بابن بعضی ها میگوید که بشر دوست عمومی نکن، کل وکلا را نگو. من میگم برادر عزیز، گناه من بشر دوست، گناه وکلای که پاک است، گناه ما بیشتر از وکیل ناپاک است، از وکیل فاسد است. او خونوش جانش خورده میمیره، ما ناخورده میمیریم، ما در جرمشان شریک میشویم. پدر وکیل قاچاق مواد مخدر یا قاچاق پولشویی نمیتواند اگر ما اکثریت خاموش استاد شویم. وقتی ما استاد نمیشویم طبق قانون جزا ما مجرم هستیم، کتمان جرم خودش جرم است. مشکل عمومی که من مطرح میکنم این مشکل خاص من میسپارم تحریری، امیدوار هستم که اقدامی صورت بگیرم. مشکل عمومی که در طی چند سال است و متاسفانه بزرگترین توهین به پارلمان هم است، البته پارلمان به عنوان یک نهاد، پارلمانی که واقعا پارلمان باشد و نه نامهایی که مردم گذاشتن، مسئله معاشات است. اول بی‌عدالتی در معاشات است. هر کدام ما معلم در خانواده خود داریم، کارمند داریم، اجیر داریم، مامور داریم، هر کدام ما یا از قوم ما یا از خیش ما. ما در افغانستان تقریبا 6-9 معاش داریم، 6-9 معاش. چیزایی است که من از چشم خود رفتم دیدم و ورقای معاش به من نشان دادن. یک معاشی عادی عادی است، معاشی عادی عادی است که در 1387 در توسط پارلمان در ولسی جرگه و مشوران جرگه تصویب شده که حداقل 6000 است و حد اکثر 32000 است. این معاشی عادی عادی است. کدام معلمی از خیشیت، از قومیت، کارمندیت با 6000 میتونه آبرومندانه زندگی کنه؟ حتی من اجیرا را چیزش دیدم، ورق ماشش دیدم، پرداخت ماشش که در بانک پرداخته شده 5300 افغانی است، حتی می 6000 برش نمیدم. جناب شهروسه